سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید. در این برنامه قصد داریم در مورد زمان برداشتن آیودی از رحم و آشنایی با نحوه خارج کردن اون صحبت کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید. برداشتن آیودی ممکنه مانند گذاشتن اون کمی دلهره آور و ترسناک باشه، مخصوصا وقتی برای اولین بار این کار رو انجام میدید و هیچ تجربه قبلی ندارید. یک دستگاه داخل رحمی یا آیودی بر حسب نوعی که در رحم شما کار گذاشته شده میتونه حدود 3 تا 10 سال از بارداری جلوگیری کنه. وقتی تاریخ انقضای آیودی رسید، پزشک باید اون رو خارج کنه. اگه تصمیم به باردار شدن گرفتین، میتونید آیودی رو قبل از تاریخ انقضا بردارین. برداشتن آیودی روشی سریع هست که در مذهب پزشک یا مراکز بهداشت و سلامت شما انجام میشه. به هیچ عنوان خودتون سعی نکنید اون رو خارج کنید. حال سوال اینه که چه زمانی باید آیودی خود رو بردارید؟ اگه یکی از این شرایط رو دارید، میتونید آیودی رو از رحم خودتون خارج کنید. اول اینکه اگه دستگاه آیودی منقضی شده باشه، در واقع پزشک شما باید بتونه به شما بگه که نوع آیودی که در رحم شما قرار داره چند سال دوام بیاره. دومی که اگر میخواید باردار بشید. سوم، اگه عوارض جانبی مانند خونریزی شدید، سردرد شدید و یا درد داشته باشید. چهارم، اگه عفونتی دارید که از راه جنسی قابل انتقاله. پنجم، اگه آیودی شما از رحم خارج شده یا شکسته باشه. و ششم، اگه هنگامی که آیودی در محل خودش بود باردار بشید. سوال بعدی این که چگونه برای برداشتن آیودی آماده بشید. برای آماده سازی نیازی به هیچ کاری ندارید. خارج کردن آیودی معمولاً درد کمتری نسبت به قرار دادن اون داره. پزشک ممکنه به شما پیشنهاد بده که 7 روز قبل از نوبت ویزیت خود از رابطه جنسی خودداری کنید. این کار برای جلوگیری از باردار شدن شما بلافاصله بعد از برداشتن آیودی هستش. البته اگه قرار نیست، مدل قدیمی با یک دستگاه آیودی دیگه جایگزین کنید. روش خارج کردن برای هر نوع آیودی، چه مسی باشه و چه هورمونی، یکسانه. در این جلسه روی میز دراز خواهید کشید و زانوها رو خم می کنید و پاها رو از هم دور می کنید. پزشک شما ابزار ویژه‌ای به نام اسپکولوم رو در واژن شما قرار میده تا دهانه اون بازتر بشه. نخای آیودی شما باید از دهانه رحم به واژن آویزان بشن. با استفاده از یک ابزار مخصوص گرفتن، پزشک شما به آرامی رشته‌ها رو گرفته و دستگاه رو بیرون میکشه. آیودی به شکل تی هست و با کشیدن بازوهای اون تا میشه. اگه پزشک نخها رو نبینه یا به اونها دسترسی نداشته باشه، میتونه از یه قلاب مخصوص یا ابزار دیگه‌ای برای کشیدن اونها استفاده کنه. یه احتمال جزئی هم وجود داره که آیودی شما به راحتی بیرون نیاد. ممکنه آیودی در دیواره رحم شما گیر کنه. و اگه این اتفاق بیفته، ممکنه پزشک شما نیاز به باز کردن دهانه رحم شما با دارو و استفاده از فورسپس برای بیرون آوردن اون داشته باشه. حتی ممکنه از یه اسکوپ نازک و سبک برای دیدن داخل واژن و رحم شما در زمان برداشتن آیودی استفاده کنه. برای جلوگیری از درد در طی این روش دارو مصرف می‌کنید. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که برداشتن آیودی چقدر طول می‌کشه؟ برداشتن آیودی فقط چند دقیقه طول می‌کشه. اگه پزشک نتونه به راحتی اون رو بیرون بکشه، ممکنه بیشتر طول بکشه. همچنین ممکنه این سوال پیش بیاد که برداشتن آیودی چه حسی داره؟ همونطور که پزشک آیودی شما رو خارج میکنه، ممکنه دچار گرفتگی خفیف بشین. چند روز یا چند هفته پس از بیرون اومدن آیودی ممکنه گرفتگی و لکه بینی یا خونریزی خفیف داشته باشین. مسکن‌های بدون نسخه مانند ایبروفن و یا استامینوفن میتونه به شما کمک کنه تا احساس بهتری داشته باشین. ممکنه این سوال براتون پیش بیاد که آیا بعد از برداشتن آیودی میتونید بلافاصله باردار بشین؟ در پاسخ باید گفت بله.
شما میتونید بلافاصله بعد از بیرون اومدن آیودی باردار بشین. قاعدگی شما باید به چرخه طبیعی خودش برگرده. اگه نمیخواید باردار بشین، از پزشک خودتون بخواین که آیودی جدیدی قرار بده و یا از روش دیگه‌ای برای جلوگیری از بارداری استفاده کنین. فراموش نکنید در صورت داشتن هر کدوم از این علائم با پزشک تماس بگیرید. درد یا گرفتگی شدید، تب یا لرز، خونریزی شدید واژن، ترشحات با بوی بد واژن از جمله علائمیه که نباید بی تفاوت از کنار اون بگذارید. بد نیست که با معایب و مزایای آیودی هم آشنا بشیم. خروج خود به خودی، عدم توانایی پیشگیری از انتقال بیماری های منتقلی از طریق تماس جنسی و لزوم معاینه دوره‌ای از جمله معایب استفاده از آیودی هستند. همچنین اثر بخشی بالا، قابلیت برگشت باروری بلافاصله پس از خروج آیودی، طولانی مدت بودن اثر پیشگیری از بارداری تا 10 سال، نیاز نداشتن به یادآوری روزانه، عدم تأثیر بر شیردهی، نداشتن آثار و عوارض هورمونی، قابل استفاده تا دوران یائسگی در صورتی که فرد قبل از 50 سالگی یائسه بشه، خروج آیودی 2 سال بعد و اگر بعد از 50 سالگی یائسه بشه، خروج 1 سال بعد از اون انجام میشه. همچنین عدم تداخل با تماس جنسی، تداخل نداشتن با مصرف داروها از جمله مزایای استفاده از آیودیه. در برخی از شرایط هم استفاده از آیودی همراه با ضرر هست. مواردی نظیر شک یا اطمینان به حاملگی، سابقه بیماری التهابی لگن، رحم با شکل غیر طبیعی، نقص سیستم ایمنی، فیبرومی، خونریزی شدید قاعدگی یا کمخونی شدید، اختلالات انقادی، خونریزی واژینال بدون علت مشخص، شک به وجود بدخیمی رحم و یا دهانه رحم، که در این موارد استفاده از آیودی اصلا توصیه نمیشه. Thank you.